نباید بدیم بهونه، ما به دست این شیاطین که دوباره چوبه داد بشه تزیین میادین، باید از یه جا شروع. با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل، پریسا هستم. بسیار خرسندم که علی رغم تمام مشکلاتی که وجود داره حاشیه من، باز هم من موفق شدم خودم رو به شما عزیزان برسونم و مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو با آگاهی شما عزیزان برسونم، اگرچه با تأخیر چند دقیقه‌ای که حتما پوزش من رو می‌بخشی. و امروز دوشنبه 22 آگست 2022 میلادی برابر با 31 مرداد ماه 1401 خورشیدی تازی، مصادف با سال 2581 شاهنشاهی و خاف هی به آف به تاریخ 5782 ابریست. لازمه یادآوری کنم همچنان برنامه‌های ما رو میتونید از طریق ماهواره‌های جی ال ویز و تی وی باکس دنبال کنید. برنامه‌های ما از طریق دو اپلیکیشن پارسا تی وی و سرچشم تی وی به راحتی در اختیار شما عزیزان قرار میگیره و همچنین از طریق وبسایت ما با آدرس www.israel.com میتونید برنامه رو ببینید. www.pars-israel.com بله، میتونید برنامه ما رو شبانه روز دنبال کنید. اونجا بسیار راحت تره برای دوستانی که خارج از ایران هستید، در اروپا، در آمریکا، بدون هیچ قطع و وصلی میتونید از طریق سایت برنامه ما رو ببینید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی هر روز برنامه خبری ما به آگاهی شما عزیزان میرسه. از این طریق در فیسبوک اسرائیل پارس تی وی هر روز ساعت 5 بعد از ظهر برنامه زنده داریم. دوستان خوبم که همکنون در فیسبوک با ما هستید، تمنا دارم برنامه رو اشتراک بذارید تا دیگر دوستان هم به ما بپیوندند و بتونیم سطح آگاهی رو گسترش بدیم. دوستانی که در اینستاگرام هستین، فعالین، میتونین در اینستاگرام برنامه رو اشتراک گذاری کنید. دوستانی که در تلگرام و همین شکل اسرائیل پارس تی وی رو همه جا میتونید در اختیار بگیرید. در یوتیوب هم اخیراً ما برگشتیم و برنامه خبری رو اونجا هم برای شما عزیزان به اشتراک میذاریم که دوستان از طریق یوتیوب هم بتونید برای عزیزانتون این خبرها رو بفرستید. خب پیش از هر چیز میپردازیم به پیشبینی دمای هوای اسرائیل. بله، در تل‌آویو 25 تا 31 درجه، در خیفا 25 تا 31 درجه و در اورشلیم 18 تا 30 درجه پیشبینی شده. هوا بسیار گرم و تابستانی است همچنان و آمار مبتلایان به کووید 19 بر اساس لیستی که وزارت بهداشت این کشور منتشر کرده خوشبختانه نشون میده که این آمار داره روز به روز کاهش پیدا میکنه. بله، در حال حاضر 1138 نفر ظرف یک روز، فقط روز یک شنبه، به این بیماری مبتلا شدند. همکنون 14842 نفر در اسرائیل به کووید 19 مبتلا هستند و 186 نفر در بیمارستان ها مرکز درمانی بستری هستند که 60 نفر اونها با کمک دستگاه های تنفسی قادر به ادامه حیاتند. در هفته‌ای که گذشت 27 نفر فوت کردند و خب این آمار تکان دهنده است همچنان، ولی به هر روی باید بدونیم که هنوز باید مراقب سلامتیمون باشیم و قدرت ایمنی بدنتون رو بالا ببرید. خب دیشب یکی از رهبران مذهبی گروه 60 در اسرائیل به نام هاراف شالوم کوهن در سن 91 سالگی درگذشت. امروز به همین مناسبت به جهت تشییع پیکر او خیابون‌ها و بزرگراه‌های منتهی به اورشلیم با ترافیک زیادی روبرو بود که همچنان هم این ترافیک خبر از جاده‌ها میدن که وجود داره. به هر حال این شخص بسیار بسیار بزرگ بوده برای کسانی که اهل دانش تورات هستند و به هر حال روز سختی رو گذروندن.
و دیروز رئیس شباک آقای روننبار با رئیس اطلاعات مصری عباس کمال ملاقات داشته. دلیل اینکه رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک به مصر میره اینه که دوستان در آخرین درگیری در اون جنگ سه روزه‌ای که بین جهاد اسلامی و اسرائیل در گرفت، مقامات مصری وساطت کردن که آتش بسی رو برقرار کنند و از جمله یکی از این تقاضاهایی که مصری ها برای وساطت از اسرائیل مطرح کرده بودن این بود که چندی از این سرکردگان جهاد اسلامی که توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بودند رو آزاد کنند و اسرائیل به این پیام پاسخ مثبت نداد و به هر روی در حین آتش بست هم باز اسرائیل دستگیری های خودش رو انجام میداد و تروریست های جهاد اسلامی رو یکی پس از دیگری دستگیر میکرد که خب این باعث کدورت شد برای مصری ها و مصری ها روابطشون ظاهرن با کشور اسرائیل یک کم شکراب شده بود که رئیس شباک آقای روننبار میره امروز مصر که این روابط رو احیا کنه و این کدورت ها برطرف بشه. به هر حال اینم از سفر آقای روننبار به مصر بود. امروز آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل طی سخنانی اعلام کرده که احتمال درگیری و جنگ با حزب الله لبنان هم بسیار بسیار زیاده. بله، ممکنه که دوباره اسرائیل وارد جنگ دیگری بشه با حزب الله لبنان که همه ما میدونیم حزب الله لبنان یکی از گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی است. اساساً جمهوری اسلامی حزب الله لبنان رو برپا کرد و حالا هم داره حمایت می‌کنه از حزب الله لبنان و خب